سلام و درود به هاشیه نیوزی های گرامی، امیدواریم که در حال تجربه بهترین ها باشید و در تلاش هستیم تا واسه شما عزیزان بهترین های میلیتاری ایران و جهان رو آماده بکنیم. خبرهایی که این روزا توی فضای مجازی و رسانه‌های رسمی ایران داغ آتش سوزی هایی هستش که برای بیشتر اونها نقص فنی دلیل این آتش سوزی ها عنوان شده. بعضیا این آتش سوزی ها رو مشکوک میدونن و انگار میخوان بچسبوننش به اسرائیل و این فرانور. در این رابطه باید گفت که موساد یه سازمان حرفه‌ای، موساد با هر عملیاتی داخل ایران بخش نیروهای عملیاتی با ارزشش رو در خطر نمیندازه. موساد برگ‌های عملیاتی رو با انفجار پالایشگاه‌های توی تهران هدر نمیده. از دلایل موفقیت موساد تمرکز زیادی این سازمانه. تمرکز یعنی فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای. پس عزیزان چسبنده لطفاً آروم بگیرید. اما توی زمینه تجهیزات نظامی دو حادثه اجکت ناگهانی به دلیل نقص فنی که باعث شهادت دو تا از خلبانای خوب کشورمون شد رخ داد و بعدش هم که آتش سوزی که منجر به غرق شدن یکی از بزرگترین ناوهای خاورمیانه شد. تنها کشوری که توان ساخت چنین ناوهایی رو در بین متحدین ایران داره چینه که ایران اگه بخواد از اون کشور از این ناوها بخره اولا پولشو نداریم و دوما چین هم نمیفروشه. در مورد کشتی تدارکاتی کنارک هم که دچار حادثه شد اول پنهونکاری شد و بعدش هم خودمون گفتیم که خودمون زدیم. امیدواریم که سر این قول ایرانی از این حادثه ها نیفتاده باشه و امروز با هم میخواییم بریم یه نگاهی به تاریخچه درخشان و شناخت بیشتر از این کشتی جنگی کشورمون داشته باشیم. پس اگه تا حالا به رسانه نظامی هاشیه نیوز نپیوستید سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشید. شمایی هم که سابسکرایب کردید لطفا زنگوله رو بزنید. شناور پشتیبانی آموزش نیروی دریایی که چند روز قبل عازم ماموریت دریانوردی آموزشی توی آب‌های آزاد شده بود، بامداد روز چهارشنبه 12 خرداد توی حوالی بندر جاست توی یکی از سامانه‌ها دچار حریق شد. اونطور که روابط عمومی منطقه دوم دریایی جاست اعلام کرده، با حضور تیم کنترل صدمات ناو، ضمن مبارزه با حریق، همه کارکنان تحت آموزش به سلامتی از ناو پیاده شدن و به ساحل منتقل شدن و خوشبختانه این سانحه تلفات جانی نداشته. شناور خاک با قابلیت سوختگیری و تدارکاتی آشنه بالگرد با بیش از 14 دهه عمر توی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی توی کرانه خلیج همیشه فارس آرام گرفت. ناو خارک طولی برابر با 207 متر و عرض 26.6 متر و ارتفاع 25.5 متر با تناژ 33000 تن بزرگترین و سنگین‌ترین ناو تاریخ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توی 4 دهه گذشته تا قبل از ساخت ناوهای مهم اخیر و دارای 4 تا توربین بود. این ناو لوجستیکی سنگین از آشیانه فرود بالگرد برخوردار بود. سرعت این ناو 21 گره دریایی و محدوده پیمایش اون به میزان 18000 کیلومتر بود. سال 1993 این ناو لوجستیک به تجهیزات دفاعی مجهز شد و توی سال 2011 هم به همراه ناو الوند به مدیترانه رسید. منطقه دوم دریای جاسک همچنین تاکید کرده که این سانحه تلفات جانی نداشته و اضافه کرده که همه کارکنان تحت آموزش به سلامت از ناو پیاده شدن و به ساحل منتقل شدند. ناو تدارکاتی خارک به مدت 36 سال بزرگترین کشتی نیروی دریایی ارتش بود. ناوی که با مشایعت ناوچه البرز چند روز پیش بندر عباس رو به مقصد آب‌های آزاد و خلیج عدن ترک کرد تا ضمن شرکت توی ماموریت‌های سالیانه مبارزه با دزدی دریایی، یک گروه از دانشجوهای افسری نیروی دریایی ارتش رو هم آموزش بده. این دانشجو همین که توی کشتی آتش‌سوزی رخ داد، سه‌شنبه شب به بندر جاست منتقل شدند. این اولین باره که انفجار توی دیگ‌های بخار موتورخونه خارک آتش‌سوزی گسترده نه تنها در اون محل بلکه به عرشه هم رسیده. نیروی دریایی ارتش به علت کمبود بودجه با مشکلات تامین هزینه تعمیرات خیلی از شناورها زیر دریایی های خودش مواجهه. امری که باعث شده تا امروز هر سه فروند زیر دریایی کلاس کیلوی این نیرو یعنی طارق، نوح و یونس به علت انجام تعمیرات یا نبودن قطعات از خدمت خارج بشن. ناو خارک رو دولت شاهنشاهی پهلوی خریده بود که در اون زمان از مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای تبدیل نیروی دریایی ارتش به قدرت بلامنازع دریایی منطقه غرب آسیا به شمار می‌رفت. تا قبل از ورود ناو بندر 231 متری مکران به خدمت نیروی دریایی ارتش توی دی ماه سال 99 که همین حالا هم با یه ناوچه رزمی نیروی دریایی ارتش در راه ونزوئلا، ناو تدارکاتی خارک توی ماموریت‌های طولانی این نیرو در آب‌های آزاد نقش مهمی ایفا می‌کرد. بدون آذوقه، مهمات و سوختی که این ناو عظیم‌الجثه حمل می‌کرد، ناو و ناوچه نیروی دریایی ارتش نمی‌تونستن واسه مدت طولانی توی آب‌های آزاد شناور بمونن و به همین دلیل توی ماموریت‌های مثل مقابله با دزدی دریایی توی خلیج عدن، این ناو تدارکاتی نقش راهبردی توی افزایش زمان حضور ناوچه‌های ارتش توی این منطقه ایفا می‌کرد.
خریداری این ناو تدارکاتی کلاس آل کلاس برای نیروی دریایی ارتش یکی از مهمترین اقدامات دولت شاهنشاهی بود. توی مهر ماه سال 53 به دنبال سفارش 40 میلیون پوندی ایران، کار ساخت این ناو تدارکاتی توی کارخونه های کشتی سازی سوان هانتر شروع شد. این کشتی توی تاریخ 7 بهمن 1354 به آب انداخته شد و بعد از گذروندن آزمون های مقدماتی توی کارخونه توی تاریخ 14 بهمن 1366 توی یه مراسم رسمی با حضور شاهپور غلامرضا پهلوی و همسرش منیژه جهانبانی توی تأسیسات سوان هانتر اسم خارک رو گرفت. آزمونای تکمیلی این ناو تا آبان 57 طول کشید و زمانی که بنا بود اون رو با تسلیحات سبک تجهیز بکنن، انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. کنار رفتن حکومت شاهنشاهی ایران و روی کار اومدن دولت موقت و بعد از اون هم جمهوری اسلامی باعث شد آزمون‌های دریایی این کشتی متوقف بشه. این کشتی در نهایت توی تاریخ 5 اردیبهشت 59 به نیروی دریایی ارتش تحویل شد، اما به علت تیرگی روابط ایران و کشف لانه جاسوسی این کشور توی تهران، دولت انگلیس به عنوان یک متحد راهبردی آمریکا از صدور گواهی صادرات این کشتی به ایران سر بزد. امری که سبب شد خارک توی تأسیسات شرکت سوان هانتر توقیف بمونه. حتی بعد از آزادسازی گروگان‌های آمریکا توی تابستون 1360 هم دولت انگلستان مجوز تحویل خارک به ایران رو صادر نکرد. سرانجام توی سال 1363 و بعد از مذاکرات طولانی دولت انگلستان موافقت کرد تا مجوز خروج و صادرات این کشتی به ایران رو شروع بکنه. در نتیجه توی تاریخ 19 تیر 63 این کشتی به مرکز تعمیرات کشتی تاین رفت تا قبل از تحویل به ایران یه تعمیر اساسی رو بگذرونه، تعمیری که تا 13 شهریور 63 به طول انجامید. در نهایت بعد از تموم شدن آزمون‌های دریایی این ناو در حالی که همه تسلیحات روی اون حذف شده بود توی تاریخ 13 مهر 63 راهی ایران شد. اگرچه این کشتی فاقد هر گونه تسلیحاتی بود، اما این مسئله باعث شد تا از جنگ ایران و عراق جون سالم به در ببره و توی ماموریت‌های رزمی شرکت نکنه. توی مرداد 66 ناو خارک به همراه 6 کشتی مینروب در حالی که 2 فرمان هلیکوپتر مینروب RH-51 DC استالیون هوا دریای ارتش رو به همراه داشت توی ماموریت مینروبی توی فاصله 10 ناتیکال مایلی از شرق فجیره و خورفکان شرکت کرد. ناو خارک توی سال 73 تعمیرات اساسی سنگینی رو توی بندر عباس پشت سر گذاشت که در جریان اون یه شمار از تسلیحات سبک و دفاعی به اون اضافه شد. 3 سال بعد توی تاریخ 16 اسفند 76 به دنبال بهبود روابط ایران و عربستان سعودی این ناو به بندر جده اعزام شد. ماموریت اعزام ناو پشتیبانی و تدارکاتی خاک به خلیج عدن و تنگه باب المندب سال گذشته بود، ماموریتی که تا 28 اسفند 99 ادامه داشت. چند ماه بعد از اون سرانجام این ناو تدارکاتی یه بار دیگه به ماموریت پشتیبانی از ناوچه‌های نیروی دریایی ارتش توی منطقه خلیج عدن به آب‌های آزاد اعزام شد. مثل ماموریت‌های گذشته نصف خدمه 200 نفری اون رو دانشجوهای تازه فارغ و تحصیل شده از دانشگاه افسری نیروی دریایی ارتش تشکیل می‌دادند. دانشجویی که بنا بود به طول ماموریت حدوداً 2 ماهه این ناو دانش لازم واسه خدمت توی شناورهای نیروی دریایی ارتش رو کسب بکنن. حالا با آتش سوزی شدید توی این ناو غرق شدن اون، نه تنها آموزش تکمیلی این دانشجو متوقف شده، بلکه نیروی دریایی ارتش دومین ناو بزرگ خودش رو هم از دست داد. بدین ترتیب این برنامه از هاشی نیوز هم به پایان خودش رسید. تا برنامه بعدی از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.